والی ایرات میای میگه ما مهار کردیم. امرالله صالح میای میگه سرباش کلا بسیار مردک، تو درد این مردم رو میفهمی؟ ای آتش جگر ما رو میسوزانه. این پولیه که با زحمت کشی ذره ذره جمع شده. این پول دزدی نیه، پول بیشرفی نیه، پول حرام نیه. دیگه موتری نمونده که شما مهار بکنین. همه سوخته، دیگه چیزی نمونده که شما چیر مهار کردین. همه سوخته، تمام موترها سوخته. این چاله ها رو ببینین، اینا رو عمدن کارمند دور تا دور گمرک هست. تمام گمرک این چاله ها رو عمدن آمده کنده، با اسکواتور اینا رو کنده، به خاطری که موترها نتونه داخل گمرک تردد بکنه، الا رای باریکی که اینا باز میگذاره که 15,000، 20,000 افغانی، 10,000 افغانی، $300، $400 بدین که ما شما رو بگذاریم خارج بشه. بر چه اساس 2,000-3,000 موتر شما داخل گمرک هفته ها نگه میدارین؟ به خاطری که خلق مردم تنگ بشه و شما رشوت بده. گمرک ایران 24 ساعته کار میکنه، اینا پنجشنبه ها کار نمیکنه، جمعه ها کار نمیکنه. اگر هیئت از کابل میای به بانی هیئت هفته ها مترار بند میکنه که خلق مردم تنگ بشه، مردم سر صدا بکنن، هیئت بره به کابل یا پول بگیره اینا قدم زد و بند داشته باشن. تمام زندگی این مردم سوخته. 1,500 موتر یعنی 10,000 خانه خراب شده، یعنی صدها نفر بیمار دیگه پول تداوی خور نداره. یعنی زحمات 10 ساله یک آدم بر باد رفته. اینا فقط آهن نیه که میسوزه، اینا تمام زندگی مردمه. فساد عمیق و ریشه‌دار گمرک به صورت انفجار آمد و خانه مردم رو خراب کرد. کارمندای گمرک و دزدای گمرک، کمیشنکارای گمرک، مافیای گمرک، چه غم. خانه مردم خراب شده. هزاران نفر پشت دروازهای گمرک، اینا را اجازه نمیده دولت. آقای قطاری میای میگه ما مهار کردیم، ما فلان کردیم. چی مانده که تو مهار بکنی؟ دیگه موتر سالم مانده به داخل از گمرک مهار بکنی؟ یک بخش گمرکه. این مردم دیگه چیزی به از دست دادن نداره. خشم از این مردم اگر تبدیل به طغیان بشه، بنیاد این نظام رو برمی‌اندازه. 1,500 موتر، حداقل از هر موتر 50 نفر مستقیما رزق میخوره. 75,000 نفر میشه و در این دشت برهوت بیابان جز انمی وسیله نقلیه که کرایه کشی میکردن، این مردم دیگه چیزی ندارن. دولت باید تاوان بده. چرا 4 تا لین آسفالت داخل از این گمرک جور نمیکنن؟ نهایت $1,000,000 مصرف داره. جور نمیکنن به خاطری که اگر جور بکنن موترا به قانون تیر بشه، دیگه کسی به اینا پول نمیده. وقتی موتر ما از گمرک ایران به یک روز خلاص میشه، میای داخل گمرک افغانستان، هفته ها چرا میمانه؟ بر اساس قانون گمرکات باید موتری که سوخت داره، تیل، گاز مایع، پترول، 6 ساعت داخل گمرک باشه. چرا هفته ها موترها داخل گمرک استاد میکنه؟ تانکرهای تیل نسوخته، این موترها چادریه، موترها تخت فرشه، همه گمرک سوخته. نشتی گاز فلان نبوده، فساد از اینا بوده. این کندنکاری ها رو ببینی، سراسر گمرک هم میتونه. موترها دیروز میخواسته که پس بره به ایران وقتی آتش سوزی شده، چون دروازه افغان ها بسته کرده، سربازهای فاسد گمرک بسته کرده، به داخل از اینا نمیتونست موتر بره. موتر با 40 تن بار نمیتونه از داخل از اینا تیر بشه و 200-300 موتر مردم فقط به می خاطر سوخته، نابود شده. دولت باید خسارت این مردم رو بده.